بینندگان عزیز، ساعتی پیش گفتگویی با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او در رابطه با مفهوم چینی سازی مذهب توسط دولت چین به ویژه در رابطه با مسلمانان پرسیدم که در ادامه پاسخ ایشان را میشنویم. ضمن عرض تشکر از فرصتی که به بنده دادید در این برنامه بتونم نقطه نظراتی رو خدمت مخاطبین شما عرض بکنم، باید بگم با توجه به نکاتی که فرمودید، ما در رابطه با مسئله آزادی‌های فرهنگی و مذهبی اقلیت‌ها در جوامع مختلف، خب طبیعتاً یک نگاه بین‌المللی داریم که ناظر بر رعایت حقوق انسان‌ها در همه زمینه‌هاست، چه میتونه اقلیت باشن چه اکثریت باشن. رعایت حقوق مردم، رعایت حقوق انسان‌ها به ویژه در بخش آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های فرهنگی و آزادی فعالیت‌های اجتماعی نکاتی نیستش که در حیطه حکمرانی بر اون محدودیتی قائل بشیم و حقوق افراد باید به نسبت مساوی در کشورها، فارغ از اینکه اقلیت باشن یا اکثریت باشن، این حقوق باید رعایت بشن و به احترام با اونها برخورد بشه. وضعیتی که ما در شرق آسیا میبینیم، چه کشور هند باشه چه کشور چین باشه، باید این تفاوت رو در درجه اول متوجه بشیم که ایدولوژی هایی که در این کشورها حاکم هست به لحاظ باورمندی عمومی یک ایدولوژی های بشر ساخته هست، یعنی چه بودا باشه چه هندو باشه چه کنفوسیوس باشه، هرچند که اینها مثلا آیین کنفوسیوس یک نگاه مدبرانه، یک نگاه توأم با آری از تنش و در واقع صلح دوستی رو داره تجویز میکنه، ولی متاسفانه رفتار حکومت‌ها، رفتار حاکمان در این کشورها منطبق با اون باورهای بسیار ارزشمند نیست. هرچند که ادیان ابراهیمی که به طور عمده در تمام مناطق دنیا به جز شرق آسیا که ایدئولوژی بشر ساخته بر باورهای مذهبی اونها حاکم هست، ما می‌بینیم در این کشورها که ادیان ابراهیمی حاکم هست، طبیعتاً به نوعی این حقوق توسط ارکانی که در این مذاهب وجود داره، چه کلیسا باشه چه کنیسه باشه چه مسجد باشه، تقریبا شکل اجتماعی و عمومیت داره به خودش و مردم تا حدودی اونها رو محترم میشمرن و حاکمان به اونها توجه دارن. ولی علارغم این که پرجمعیت ترین کشور مسلمان در شرق آسیا وجود داره، کشور اندونزی، ما شاهد این هستیم که در این منطقه برخی کشورها مثل چین و هند نگاهشون نسبت به مسئله حکمرانی به گونه‌ای هستش که این ایدئولوژی های حتی بشر ساخته رو هم که معطوف به رعایت حقوق دیگران و صلح دوستی و نوع دوستی هست کنار میذارن و ایدئولوژی هایی که حکومت ها میتونن بر اساس اون منابع قدرت تعریف بکنن قرار میدن. یکی از این ایدئولوژی ها همون کمونیسم است. کمونیسم تجربه تلخی در شوروی سابق و در چین ایجاد کرده، حتی در سایر کشورها هم همینطور، به دلیل اینکه جهان بینیش کلا متفاوته، زیربنای تفکرش کلا بر اساس منفعت جویی و حفظ یک سیستمی هستش که حتی شکل بردهداری رو هم به نوعی برای خودش میتونه توجیه بکنه. حقوق اویغورها به عنوان مظلومترین مردم مسلمان در شرق آسیا که در چین زندگی میکنن از مدتها پیش هستش که نادیده گرفته شده و دولت چین بدون توجه به مقررات بین‌المللی و هشدارهایی که داده میشه نگاه بردهوار به اینها داره و الان هم که چینی سازی اسلام رو دارن دنبال میکنن، این چینی سازی اسلام مصادیقش و مظاهرش همونهایی هستش که در خبرم بهش اشاره شد، از بین بردن و تخریب مساجد به دلیل توجیهات اقتصادی که هزینه ها پایین بیاد، یا مثلا تغییر خط و رسم عربی به اون خط و رسم چینی، فشار آوردن بر مسلمان ها بر
در زمینه انصراف از کاربرد واژه حلال در کسب و کارشون، خیلی موارد دیگه هست. فردا میتونه تغییر اسامی اسلامی برای فرزندان مسلمان به یک اسم چینی باشه. تمام اینها نشون میده که حاکمیت و سلطه نظام کمونیسم حتی فراتر از اون ایدئولوژی های بشر ساخته خودش رو داره تحمیل میکنه. بنابراین من اعتقادم بر اینه که سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان عفو بین الملل به جای تمرکز بر بیانیه دادن و هشدار دادن، باید یک مکانیزم و روشمندی عملی رو برای تقویت سازوکارهایی در سازمان ملل که بتونه آزادی های فرهنگی و اجتماعی انسان ها رو و حتی مذهبی رو بتونه تضمین بکنه در رفتار کشورها و گزارش سالانه‌ای توسط این سازمان ها با نگاه بیطرفانه از وضعیت حقوق اقلیت ها تهیه بشه و به سازمان ملل ارائه بشه، به نظر من ضرورت داره و سازمان ملل در این زمینه کمکاری کرده. امیدوارم که در آینده ما شاهد بروز تصمیمات بسیار خوب برای احترام به حقوق اولیه انسان‌ها و بنیادی ترین اصولی که انسان‌ها در آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی برای خودشون تعریف کردن باشیم. خیلی ممنونم. بله، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که توضیحات لازم در این زمینه را ارائه دادند.